سلام بر بینندگان خوب تلویزیون اصل امروز. طبق هر جمعه در کنار دوست نازنینم و همکار عزیزم خانم زهرا سروش. خوش آمدی عزیز. خوشحالم از این موضوع و یه افتخاره که من بتونم هر هفته جمعه ها همراه شما باشم، همراه مریم عزیز و همه عزیزانی که سال هاست با همدیگه هستیم. امروز خیلی خبرهای خوش داشتم، ولی آدم میگن از یه دقیقه بعدش دیگه خبر نداره. داشتم میومدم که خبر فوت دانشمند ایرانی خوبمون آقای فیروز نادری رو متاسفانه شنیدم و دیدم و خیلی خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. یعنی من چون خاطرم با ایشون دارم و آدم بسیار خاکی از نزدیک، خیلی قابل احترام و هممون مثل حبابیم دیگه، بنگ بنگ نمیدونم. ببینین خیلی بیماری ایشون اصلا چیز غیر قابل قبول بود. یعنی وقتی من شنیدم به چه شکلیشون فلج شدن، همش پیش خودم میگفتم مگه میشه آدم بیفته زمین بعد سرش بخوره به دیوار، بعد مثلا نخاش ضربه ببینه و فلج بشه. همه ما میخوریم زمین، ولی این اتفاق این مدلی خیلی وحشتناکه. خیلی وحشت برای یه آدمی که سر پا و سالم واقعا. بله. حالا پوری جون، این نظر مثلا من و شما نظر تجربی و احساسیه، ولی من با پزشکای عزیزی هم که صحبت میکردم، خیلی هاشون میگفتن از نظر مکانیکی بخوای فکر کنی، وزن بدن، نوع خوردن زمین. بعد وقتی که این خبر رو شنیدم، الان اتفاقا من طبقه سوم با یه تعدادی از پزشکا میدونی کار دارم میکنم، صحبت شد، همشون متعجب شده بودن و یکشون که گفت وای اصلا چرا جراحی ها اینطوری میشه. و حالا این اتفاق افتاده، ولی واقعا یه چیزیه که ما هممونو ناراحت کرد. من که خیلی حالم بد شد و انگار همه حرفایی که میخواستم بهتون بزنم پرید از سرم. یه نابغه بود واقعا، یه اسم خوب بود، یعنی باعث افتخار ما بود که یک همچین شخصی تو فضای آمریکایی درخشش پیدا کرده. بله. چند سال پیش بودم، 2016 بود چه سالی بود که یه سیارم به نام ایشون ثبت شد. کارهای قشنگ زیاد کرده، انسان خاکی، اهل شیراز، مهربون. خواهرزادهشون اعلام کردن که این اتفاق افتاده و گفتن که عمل جراحی داشتن. حالا شاید نمیدونیم کجای عمل جراحی انجام شده. نه اعلام نکردن کدوم بیمارستان و کجا بوده، ولی عمل جراحی داشتن. ولی خودشون وقتی در بیمارستان بودن گفته بودن من چند ماهی دور میشم از، به خاطر شایعات اعلام کرده بودن که من چند ماهی از این سوشیال مدیا دور میشم و حالم که خوب شد برمیگردم. که خبر امروز اصلا خیلی، من هی همش میگم کاش که این تکنولوژی و هوش مصنوعی اینا اینقدر با سرعت بیشتری بره. همش من فکر میکردم خب حالا این اتفاق افتاده، مهرشون جابجا شده. پوری جون، هوش مصنوعی و تکنولوژی میاد کمکشون میکنه و با سرعت هم داره میاد. این چیز شوخی نیست که داریم راجع بهش صحبت میکنیم. اتفاقا فیلمایی رو من فرستادم و آماده کردیم که در همین برنامه بگیم که چقدر با سرعت. دیشب من داشتم با آقای دکتر جوادی صحبت میکردم که ایشون هم میدونین که یکی از بهترین متخصصین کانسر و سرطان هستن که کارهای ژنتیک انجام میدن و پیشرو هستن، کما اینکه الان کشور چین و همینطور استانبول در ترکیه باشون قراردادهایی رو بستن. و دیشب داشتن صحبت میکردن که چقدر کمپانی ها اومدن که از تکنولوژی و هوش مصنوعی دارن برای کانسر استفاده میکنن برای تشخیصش. که اتفاقا یکی از خبرهایی هم که من برای که اشتباه نخونم آوردم، در کدوم کشورها بود، در اسکاتلند، که هوش مصنوعی داره به رادیولوژیست ها کمک میکنه برای تشخیص سرطان سینه. چون تا حالا دم و دستگاهی که بوده خیلی میدیدین که اشتباه توش زیاد بوده، ولی الان هوش مصنوعی داره این کار رو میکنه برای تشخیص سرطان پستان خانوم ها. و قبلا هم به کسایی که مثلا حالا عمل جراحی احتیاج دارن و این ماموگرافی میشده، ولی اونقدر دقتش زیاد نبوده. خب مگر اینکه سی تی اسکن بکنن، چون میدونی وقتی اگر دکترها شک و شبهه‌ای داشتن بلافاصله میفرستن برای سی تی اسکن.
و سیتی اسکن نشون میده واقعا درسته. که درسته. دوچار مشکل هستن یا نیستن. الان که خیلی از سرطان ها دیگه حل شده قضیه اش، سرطان سینه، سرطان رحم، همش اگه استیجای پایین باشه و دقیقا. بهش برسن اصلا مثل سرماخوردگی و خوب دقیقا. شده. ولی سرعت تکنولوژی رو دارم براتون میگم و هوش مصنوعی که چقدر کمک میکنه، و فیلمی رو ما آوردیم که باشین که ببینین که یک شامپانزه داره تایپ میکنه. دقیقا. این شامپانزه که خودش نیستش، که این چیپسی که تو سرش گذاشتن هست، یا کسی که سالیان پیش فلج شده به خاطر تصادف و الان داره راه میره، این اتفاقات، یعنی چون بعضی وقتا اینقدر خبرها عجیبه که فکر میکنیم واقعی نیست. دقیقا. ولی واقعیه. اگر اجازه بدید بریم این مسئله رو که راجع به مغز هست، نصب یه تراشه‌ای در مغزه که اصلا هم بیهوش نمی کنن، پوری جان بیهوش کامل نمی کنن، همون قسمت رو بیهس می کنن و روی آره جمجمه رو برمیدارن اونجا میذارن که بتونن فلج مادرزادی، نابیناهایی که مادرزادی هست و بسیاری از بیماری ها رو دارن کنترل میکنن. این تکنولوژی تا کجا پیش رفته واقعا؟ خیلی علم تکنولوژی. خیلی حالا خرابکاری هم خواهد کرد، حالا دولت ها با هم میرن جاسوسی میکنن، بانک ها رو اینگارو میکنن، نمیدونم خبرهای جاسوسی همدیگر، خیلی خیلی مسائل اولش به هم ریخته میشه که تا بتونه جا بگیره، ولی ما حالا به خبرهای خوشش اکتفا میکنیم. امروز هیچ جا نریم، خیلی خبرهای خوب داریم. یه دونه اسکراب داریم برای صورت، بعد در مورد هندونه میخوایم صحبت بح کنیم بح بح. که خوبه بعده برای دیابتی ها چطوره، که از طرف یه کارشناس تغذیه براتون صحبت میشه، و خلاصه خبرهای کوتاه کوتاه که حوصله‌تون هم سر نره اگه با ما باشید، و خوشحالیم که دارین استقبال میکنین و شیر میکنین این برنامه ها. 100% با ما باشین. مغزت اپلیکیشن نصب کن، یعنی همین، یعنی الان این شو ایلان ماسک یه میمونه که هیچ اطلاعاتی نداره ولی داره تایپ میکنه. Can I please have a snacks؟ داره می نویسه و داره تایپ میکنه بدون اینکه علمی داشته باشه. تراشه تو مغزشه. این یکی رو ببین، شخصی که 12 سال به خاطر نخاش فلج بوده الان داره راه میره. Paralyzed man walks again thanks to brain technology. داستانش این بوده که 12 سال پیش با موتور تصادف کرده، یک قسمتی از نخاش آسیب دیده. نخاش هم که آسیب ببینه، مغزش دیگه نمیتونه به بدنش دستور بده که این راه بره. یه چیپ، یه تراشه‌ای تو مغزش قرار دادن که یه پولی زده بین مغزش با عصبش، الان دیگه داره راه میره. یعنی رو مغزت اپلیکیشن راه رفتن نصب کن. ببین یه فیلسوفی هستش که من این جملهشو اینقدر دوست داشتم که کمکمون بکنه، که مثلا همش میگن فکر از کجا میاد، چرا این فکرهای خراب میاد. هر کسی دوست نداره میاد میشینه تو مغزت، حالا دوستش نداری میاد تو قلبت و مغزت و اذیتت میکنه. اونایی که دوستشون داری یا مسئله نداری اصلا نمیان، ولی اونایی که مسئله دار میشی خب چیکارشون بکنیم؟ بندازیمش تو ترش. اکهارت توله یا تله یه فیلسوف زمان هست که من خیلی حرفاشو دوست دارم و کمک میکنه. در مورد فکر ازش سوال شد که فکر از کجا میاد، چرا یه فکرایی ما رو اذیت میکنه. بعد یه فرمولی داد که حال منو خوب کرد، دیدم چقدر خوبه، چقدر کمک میشه به هممون. میگه که وقتی یه چیزی تکلیفش برات مشخص میشه دیگه فکرشو نمیکنی، پذیرش. وقتی میپذیری یه چیزی رو دیگه فکرش میره کنار، ولی تا نپذیرفتی اذیت میشه. جنگ میجنگه همینطور. همجوری فکرتو. مثلا ما میپذیریم که خورشید تو آسمونه و نور داره و داره میتابه. اگه اینو نپذیریم همش داریم میجنگیم که این خورشید نه، چرا باید نور بده، چرا داره. میپذیریم. خب میپذیریم که بارون میاد. یعنی خیلی چیزا تو زندگی هست که پذیرش
درش در ذهنمون به وجود اومده و برای همین دیگه اذیت نمیشیم ازش، ولی چیزی رو که نپذیریم پوری جون اذیتمون میکنه. بنابراین هرچی اذیتتون میکنه بپذیرین که مثلا این ببخشید اومدم یه چیزی بگم نمیدونستم رو ایرم مثلا این خانم خوله خب مثلا بپذیریم این آقاه مثلا اینجوریه بپذیریم، یا اینجوریه این حیوان اینطوریه این انسان اینطوریه این خوبه، یعنی تکلیفمونو باش روشن کنیم پوری جون، حالمون خوب میشه و به آرامش میرسه. دقیقاً همینه. چیزی که من در پدرم دیدم پوری جون، واقعا ایشون مثلا به این حرفا هم گوش نداده ها. مثلا چیزایی که این همه من شبانه روزی گوش میدم، همینجوری دوست دارم پادکست اصلا خوره این مثلا. حتی میخوام تو آشپزخونه ظرف بشورم حتما با یه چیز گوش کنم. اولا که دارم کتابا رو گوش میکنم و مطالبو که انتخاب کنم رادیو قاصدک پخش بشه که روز به روزم خوشحال تر داریم میشیم. هر کسی شنونده رادیو قاصدک بدونه که وقتش تلف نمیشه. دقیقاً. اپ رادیو قاصدک رو تلفنتون داشته باشین، شب و نیروز میتونین گوش کنین مطالب نو و جدید از اندیشمندان، دانشمندان، متخصصان و خلاصه خودتون برین تجربهش کنین. حالا من مجبورم که این تکلیفا رو انجام بدم. ولی پدر من پذیرش توش خیلی قدرت داره. باریکلا. مثلا میام میگم که آماده شین میخوام بریم بیرون. این میره مثلا حالا با کمک خودمون دوششو میگیره، لباسشو میپوشه فلان اینا. یه دفعه میگم بابا نشد، نمیتونیم بریم چون من کار دارم کار برم. میگه اشکال نداره، هیچ اشکالی نداره، هیچ واکنشی نشون نه داره. میشینیم همینجا غذا میخوریم، حالا دیگه نشده دیگه. خیلی راحت میپذیره و خدا رو شکر الان 90 و چند سالشه و من میبینم که خوشحال و راحت و ریلکسه و چنین آدمایی هم تو زندگی آسایش دارن هم آخر عاقبت به خیرن. دقیقا. و دیگران هم راحت باشون کنار میان. بله دیگران هم. حتی بهتون بگم این پذیرش در خود شما هم هست تا یه حدی. من دارم میبینم که خیلی درست. راحت همه چیزو میپذیری، اگر خوبه ادامه میدی، اگر بده خیلی راحت بله. میذاری کنار بدون که خودتو اذیت بکنی. بله. مثل که این باید مورسی باشه تو خانوادتون و خوشبختانه ارث خوبیه که بهتون رسیده. ژنتیک به علاوه تمرین و تمرین و تمرین خیلی کمک میکنه. بله. یعنی هر چیزی رو که میخوایم باید 20 روز حداقل هی تمرینش کنیم اجباری، بعد دیگه اصلا ملکه ذهنمون میشه و میبینیم هیچ اتفاقی که نیفتاد هیچی، مریضم نمیشیم، حالمونم خوبه، پوستمونم خوبه، آرامش داریم، دیگران آرامش دارن و حالمون خوبه. خلاصه چون ببین الان خبری که شنیده مال آقای فیروز نادری واقعا ارزش نداره دنیا. به آسمون بری، به ناسا بری، نری اگه ایشون، فقط داریم صحبت میکنیم از خوبیاش داریم میگیم. بله. حالا اگر که آدمی بود که رنجونده بود، دیگران رو اذیت کرده بود، هرچی هم که درجاتی داشت و مقامی داشت و اینا، باور کن این دیکتاتورا این همه مقام دارن، این همه مشهورن، ولی وقتی میمیرن همه میگن خب خوب شد مرد. مثلا اینه که برای که دلمون یه آدمی خوب، آدمی محبوب، آدمی که اثرگذار تو زندگی مردم، همیشه یادش تو ذهن ما خواهد، تو ذهن مردم خواهد بود. بله واقعا. بله پوری جون بله. و اینم جزو همون افراد بود واقعا. همیتوره. الان هوشمند عقیلی هنرمند محبوب ما، واقعا هنرمند خاطره های ما هستن، الان حالشون خوب نیست واقعا. بله. زیاد مطلوب نیست، ولی یه عده میگن در قید حیات نیستش، یه عده میگن در قید حیات هستن و خیلی زد و نقیز الان در بس هست، ولی امیدوارم که اگر در قید حیات هستن سعی و سالم و سرپا در کنار خانوادش باشن. شایعات خوب نیست با خدا، مثلا آدم باید چطور این شایعه رو درست منو بی بارم. چون که بازارش داغه. اگر آخه چرا برای هوشمند عقیلی؟ نه قبلا هم بود، برای خانم همیرا، برای این، برای اون، برای همه، به خاطر اینکه یه عده فقط میخوان فالوور بگیرن، فقط میخوان جلب توجه کنن، یه نوع بیماری دیگه. ولی به نظر من اگر ما بریم خبرهای موثق از منابع موثق رو ببینیم و اینا بازارشون سرد بشه دیگه دنبالش نمیان. همیشه هر وقت بازار یه چیزی داره، علی متاسفانه برای رأی هم همینطوره. یه آدم عاقل بالغ با شعوری که میدونه what's going on و زندگی چطوریه و به کی باید رأی بده، رأیش با اونی که نمیفهمه یکیه.
اینجوری دیگه، این چه دموکراسیه واقعا؟ به ما چندین نفر زنگ زدن و گفتن که ایشون در قید حیات نیستن و تو فیسبوک و سوشال میدیا هم که فراوان نوشته بودن، ولی خب آدم نمیدونه. ما به عنوان یه مطبوعاتچی وظیفه‌مونه که خبر رو بگیم واقعا. وقتی که صحت پیدا نمی‌کنه خود ما هم ناراحت هستیم از اینکه چرا این خبر بدو اصلا عنوان کردیم. بله. ولی نه نباید. من که برای رادیو قاصده یا هر جایی که هستم امکان نداره که از منابع موثق نبینم اعلام بکنم. اتفاقا هموین هم همینو به من گفت بذار خبر اول از طریق من و تو یه رسانه برتقی رسمی یا مثلا خانواده خودش زنگی زده باشن، به رسانه ها زنگ زده باشن، قابل قبوله. ولی به حرف این و اون واقعا نباید دیگه اهمیت داد. دیگه اینجوریه دیگه، خودمون رو میشناسیم دیگه، فرهنگمونه دیگه، کارش نمیتونیم بکنیم. فقط به قول فرمایش شما باید یک کمی دور بشه آدم و این دو روز زندگی که نصفش هم خواب هستیم رو یه کاری بکنیم بهمون خوش بگذره. یه شعری رو من خیلی دوست دارم بگون. از زبان یک شاعر خیلی خوب میخوام تقدیم کنم، یک استادی که در ایران هستن و من همیشه به شعراشون گوش میدم، انتخاب کردم و آوردم که واقعا کل زندگی رو تو این دو سه تا بیتی که ایشون اجرا میکنه گفته میشه. خیلی زیباست، تقدیمتون میکنیم و برمیگردیم. این عشق بازی دنیا عوض شده است، یوسف عوض شده است، زلیخا عوض شده است. زلیخا تلفظ درست ترش شاید بشه گفت زلیخا. سر همچنان به سجده فرو بردم، ولی در عشق سال هاست که فتوا عوض شده است. خو کن به قایقت که به ساحل نمی رسیم، خو کن که جای ساحل و دریا عوض شده است. آن با وفا کبوتر جلدی که پرکشید اکنون به خانه آمده، اما عوض شده است. حق داشتی مرا نشناسید، به هر طریق من همچنان همانم و دنیا. غزل دلچسب، یعنی من همچنان همانم، دنیا عوض شده است. دنیا عوض میشه دیگه، ما باید انعطاف داشته باشیم. ببین پوری جون، ببین یه چیزایی رو ما هی تکرارش میکنیم، ولی باید تکرارش کنیم چون آدما فراموشکارن. مثلا حتی بارها من گفتم مثل آب خوردن. امروز دوستم به من میگفت که این کلیه من جالبه، رفتیم ارتروسان کردیم، بعد این آقای دکتر جعفری عزیز به من گفت چند تا شن کوچولو توی کلیت هست. از زمانی که اینو به من گفت درد گرفت کلیه. مغز میگن به خدا، ذهن آدم هرچی بشه. امروز رفتم گفتم آقای دکتر شما از زمانی که به من گفتین، خلاصه داشتم با یکی از دوستان خوبم که شما میشناسینشون، یکی از هنرمندان خوبمون هستن، صحبت میکردم، گفت خب کرمبری جوس بخور، آب بخور. گفتم راست میگی یا یادم نبود؟ من همش خودم به همه میگم کرمبری بخورین، آب زیاد باید بخورین، آب زیاد بخورین، ولی یادم میره. حالا که خودم کلیم اذیتم میکنه، خب با گفتن یک دوست یادم میاد که هی برو آب بخور. برای همینی میگن همیشه چند تا دوست خوب دور و بر خودت داشته باش، یادآوری، یادآوری خیلی چیزا رو بهت انجام میده. همون افکاری که میگی میاد مغزتو اذیت میکنه، ذهنتو اذیت میکنه، دوست خوب به راحتی میتونه اون رو ازت دور کنه. واقعا دقیقاً حضور دوست خوب یه نعمته. دقیقا. یعنی بالاترین ثروتیه که آدم میتونه داشته باشه. حتی اگه میخواین مجازی هم انتخاب کنین، دوستایی انتخاب کنین که حالتون رو خوب میکنن، حالمون رو خوب میکنن. خلاصه قرار شده که از هندوانه یا هندونه خودمون و قند خون صحبت کنیم، چون ما تا حالا فکر میکردیم اگه بخوریم مثلا قند خونمون بالا میره. حالا حالا یه فکر میکردین حالا ببینیم. هندوانه هم خیلی دوست دارم. بین میوه های تابستونی هندوانه تنها میوه‌ای که من هر روزم اگر بخورم سیر نمیشم. پس دیگه نترسین. نمیدونم، ببینیم استاد تغذیه چی میگه، حرفشو گوش کنیم از این به بعد، ببینیم هندوانه بخوریم یا نخوریم. سلام،
سلام دوستای عزیز، خیلی میتونم تو هم. آیا میدونستین هندونه میتونه یک انتخاب خیلی خوب برای رفع خستگی ماهیچه ها بعد از تمرین سخت باشه؟ وقتی که شما ورزش میکنین و از ماهیچه هاتون استفاده میکنین، امکان خستگی و التهاب رو دارین که هندونه میتونه خیلی بهشون کمک کنه و این شرایط رو بهتر کنه. مهمتر از همه این که هندونه بار گلیسمی پایینی رو داره، پس نباید نگران این باشین که قند خون شما رو خیلی بالا میبره و براتون بده. هندونه رو استفاده کنین. مرسی. خوبه دیگه، هندونه خوبه، آزاد. چقدرم دکتر مطلوب و شیرین. خیلی ایشون استاد تغذیه هستن و در مناطق هم چند بار دعوتشون کردن، برای تو سوشیال میدیا هم خیلی طرفدار دارن و منم خیلی خیلی بهشون معتقدم، چون بعضیا مثلا حالا تو همه رشته ها داریم که خب نمیگیم بیزینس هم بده، ولی به چه قیمتی. مثلا بعضیا فقط اون بود بیزینسی رو در نظر میگیرن، ایشون نه، واقعا علمش خوبه، در اختیار قرار میده. دلش میسوزه. بله بله، دل سوزه و خلاصه همین که میگه هندونه بخورین خوب آدمیه. حالا من یکی نکته دارم به هندوانه به شما بگم جانم. من وقتی که میرم منزل، به خصوص که کار میکنم خسته هستم دیگه، تنها چیزی که احساس میکنم باید بخورم و سیر بشم همین هندوانه است. راست؟ باور کنید هندوانه رو برمیدارم، پنیر روش میریزم و یک مقدار تخم گل آفتابگردون رو توش میریزم و با یک مقدار تخمای مختلف. آره. الان دقیقا یادم نمیاد. هر سیدی که دارم، هر سیدی که تو خونه دارم واقعا روش میریزم، با پنیر ایرانی میریزم و اونو میخورم. یعنی بدون نون؟ آره. چه جاله؟ سیر سیر میشین و انقدرم سبک بد شب میخوابیم. بله. آرامش بهتون میده که حد نداره. ولی ما بیشترمون میگیم مثلا اگه برنج نباشه، نون نباشه، نمیتونیم بخوریم. ولی حالا بیایم کارهای خوبی که میکنیم ما بگیم که یاداوری بشه. شما هم هر کار خوبی تو خونه میکنین به ما اطلاع بدین که تو برنامه بعدی بگیم. یه کار خوبی که من یاد گرفتم، یه نونی رو پیدا کردم که از جوانه گندم درست شده. هول فود داره و تریدر جوز داره. اسپراد، جوانه گندم. روش نوشته اسپراد. آره. ببین خود گندم وقتی که نون میشه کربوهیدراته. درسته. کربوهیدرات هم تو بدن ما به قند تبدیل دقیقا. میشه. یعنی چه نشاسته بخوریم، آرد بخوریم، هر نوع آردی به خصوص ذرت که میگن اصلا نخورین، اینا همش به قند تبدیل میشه. ولی وقتی که خود جوانه است و جوانه رو پودر میکنن، کمتر اذیت میکنه، خوشمزه تر هم هست. بعد یکی دیگه از کارهایی که یاد گرفتم و نمیخوایم چاق بشیم، باید استفاده کنیم و سلامت، در حقیقت این حرفای تجاری رو من دوست ندارم، مثلا هی میگن چاق نباشین، اگه برای سلامتی تونه خب لاغر بشین، ولی اگه برای زیبایی هم چاق، زیباس هم لاغری. یعنی اصلا این حرفا رو باید بذاری کنار که احساس کنیم اعتماد به نفسمون بیاد پایین، اذیت بشیم. اصلا اینا نیست، هم چاقا خوشگلن، هم لاغران خوشگلن، هم بلندا خوشگلن، هم کوتاها خوشگلن. اصلا اینا حرفایی که توی سوشیال مدیا میزنن، اعتماد به نفس مردم رو میگیرن، اعتماد به نفس بچه ها رو میگیرن، تو چرا قدت کوتاه، چرا این، اصلا چیزایی که باش به دنیا اومدیم شوخی نداره. دقیقا. اصلا نباید راجبش حرف بزن. ولی برای سلامتیمون من چیکار میکنم پوری جون؟ نون اسپراد الان دارم میخورم، یعنی نون جوانه گندم. و هر نونی که استفاده میکنین از جمله نون سنگک یا هول ویت که مثلا کامل باشه، یعنی با سبوسش باشه، اگه بذارینش فریز کنین خیلی کربوهیدراتش میاد پایین. چقدر جالب. من اتفاقا میگفتن که هر نونی که اگر فریز بشه، نه، یک مقدار خاصیتش از بین میره و بعدها تولید مشکلات به وجود میاد. نه نه، همین استاد که الان در مورد هندونه صحبت کردن، راجع به این موضوع صحبت کردن، دفعه دیگه من پیدا میکنم میارم. 100% که نون اگر فریز بشه خیلی خیلی کمک میکنه. خیلی عالیه. آره، کربوهیدراتش درجهش میاد پایین، نشاستش اثر کمتری میذاره و خلاصه از نظر علمی نمیدونم فقط این نونه به خصوص یا هر نونی؟ همین نونا. خب نون سنگک لذیذ تنه که اگر بذاریم فریز کنه
نوناتون بربری به همین شکل واقعا. آره میگن نونو تو یخچال نگه ندارین، فریزش کنین. بله بله، برنج رو فریز نکنین. برنج رو فقط گفتن 2 ساعت بیشتر بیرون نمیتونین نگه دارین. وقتی هم بذارین یخچال یه بار بیشتر نمیتونین گرم کنین. این کارهای خوشمزه ای که من دارم یاد میگیرم برای سلامتی. چه کار خوبی میکنین و با ما شیر میکنین. قربونت، حتما خوشحال میشیم. چه چیز قشنگی یادمون دادی. من نمیسم هندونه و پنیر رو کنجد یعنی تخم آفتاب گردون و کنجد. آره. و پنیر خیلی خوشمزه میشه، خیلی، و یه غذای واقعا کامله. خیلی بریم و برگردیم. چشم چشم، یه چیز خوشمزه ای آماده کردن، بریم بشنویم. برمیگردی هی فقط نمیدونم چه کی قراره اینجوری باشه، اینجوری قلبم میپاشه. میگی دیگه میخوای بمونم، چی بهتر از اینا رومه جونم. کاش رو حرفت باشی این بار، دستم و محکم نگه دار. میخوای باشی یا خدامه، بیا بدیم ادامه. خوب تو میدونی قدمت رو چشامه. نه نمیشه گفت به تو و اون چشمات، سختی اما من حالم خوبه با هم. میخوای باشی یا خدامه، بیا بدیم ادامه. خوب تو میدونی قدمت رو چشامه. نه نمیشه گفت به تو و اون چشمات، سختی اما من حالم خوبه با هم. چشامه. نه نمیشه گفت به تو و اون چشمات، سختی اما من حالم خوبه با هم. میخوای باشی یا خدامه، بیا بدیم ادامه. خوب تو میدونی قدمت رو چشامه. نه نمیشه گفت به تو و اون چشمات، سختی اما من حالم خوبه با هم. بسیار عالی. هنرمندا یکی از یکی جوانتر و یکی از یکی خوش صداتر و خوش اداتر. واقعا ادا رو درست اومدا. خوش ادا واقعا، خیلی خوش ادا خوبه. آدم اداهاش همه درست باشه. هنرمند باید روی استیج خوش ادا باشه. بله میدونین، خودتون بهتر از من میدونین، هنرمند فقط این نیست که بخونه، یک مجموعه از همه چی باید باشه واقعا تا به دل مردم بشیم. کاراکترش، استیجش، چجوری میسته، چجوری میخونه، چجوری ارتباط برقرار میکنه. اون ارتباط خیلی مهمه که چقدر چیز داریم ما آدم ها. آداب داریم واقعا. خب من اول ماسک رو بگم تا فراموش نکردم، چون اینایی عزیزانی که تا اینجای برنامه با ما بودن، البته این برنامه توی فیسبوک چهره هم خواهد بود، خیلی هم مورد استقبال داره قرار میگیره. ممنونیم ازتون، شیر کنین و امیدواریم که ما هم روز به روز بتونیم پربارتر همراهتون باشیم. من این سفید تخم مرغ رو ول نمی کنم.
خیلی عالیه. به خاطر اینکه سفیده تخم مرغ پروتئینیه که زود جذب میشه تو لایه های خارجی پوست صورت، و بعدش که میخوایم لاسین رو بزنیم و ماساژ بدیم دیگه پوستمون آماده است. بسیار عالی. خب سفیده تخم مرغ یه دونش رو هفته دو بار، نه بیشتر، چون هفته دو بار بیشتر نباید ما از ماسک استفاده بکنیم، چون که لایه های اولیه رو برمیداره، پوستای مرده رو برمیداره، و بعد تا بیاد پوست بعدی بیاد اگر ما زیاد از حد هی ماسک بذاریم آسیب میبینه بافتای پوستمون. برای همین میگن که باید هفته دو بار بیشتر این کارو نکنیم. الان ببین اگه من سن و سالمو بگم ها دیگه نمیدونین چی میشه. همین ماسکا خیلی کمک میکنه. اصلا بهتون نمیاد راجع به سن و سال صحبت نکنیم. وای وای اگه... نه بابا اصلا ببین این که میگن یه عدده، واقعا تو ذهنمون باید اینجوری باشه، به خاطری که الان هم که مشخص شده که ما میدونیم که اپیژنتیک، حالا میگم این چیزو میگم حتما یادم نمیره، حالا مردم میگن رفتی تو اپیژنتیک دوباره، اپیژنتیک الان علمیه پوری جون، که قبلا میگفتن که هر چیزی که ما داریم از پر قنداق داریم و نمیدونم ژنتیک این کارو کرده، الان سهم ژنتیک آوردن پایین و میگن اپیژنتیک علمیه که شما اگر در اثر تکرار کردن یک کاری این سیمپیچیای مغزتون، وایرای مغزتون و نوروترانسمیترای مغز راهشون رو تغییر میدن و میتونید شما با کارهای کوچیکی که انجام میدین و تکرار میکنین زندگیتون و سلامتیتون رو تغییر بده. یکیش در مورد ایجه که اپیژنتیک داره کمک میکنه، که اگر شما مثلا من 39 سال همیشه گفتم هستم، خب 39 ساله نمیدونم چرا دوست داشتم، چون شاید روز... چون هنوز به 40 نرسیده. میگن 40 و 40 چلگی. آره آره راست. نمیدونم چرا 39 دوست داشتم، شاید به خاطر روزی که وارد آمریکا شدم 39 سالم بوده. خب بعد برای همین هر کسی میگن یه سنی رو تو ذهن خودش و تو بدن خودش کار بذاره و بر مبنای اون کار بکنه. اگر شما اسلو کنین کاراتون رو، اسلو موشن کنین، بگین او حالا من دیگه 50 سالم شده، 60 سالم شده و کارهای زندگیمو باید اسلو کنم، نمیگم که زیادی کار کنیم، حالا اونم بحث داره که راجبش صحبت میکنیم، کارهای اضافی رو باید کات کنی، ولی کاری که مرد به خودمونه، مثلا ورزش میخوای بکنی، ورزش جوانانه بکن، راه میخوای بری قشنگ جوانی راه برو، کارهای قشنگ بکن، میخوای بری بیرون همینطور، اگر حس جوانی رو بدین به ذهنتون، همون حس به بدنتون فرمان میده. دقیقاً درست. چون ما ذهنمون داره به بدنمون و اعضامون فرمان میده که تو پیر باش. کما اینکه توی یکی از برنامه‌های گذشته هم گفتیم که یه دهکده‌ای رو درست کردن پوری جون و مغازه هاشو مثلا بردن برای 50 سال گذشته درست کردن این دهکده و این شهر رو عین 50 سال پیشش مثلا درست کردن، حتی بلنگوهاش، موزیکش، همه. بعد یه عده از آدما رو از توی این سنترهای شبانه روزی که مثلا 90 سالشون بوده، 80 سالشون بوده، 70 سال، اینا رو میبرن توی این شهر و میبرن تو رستوراناش میگردونن یه 24 ساعت، یه مقداری، یه چند وقتی، بعد میبینن کم کم اینا دارن جوان میشن، آثار بیماری ها از تو بدنشون داره کم و کمتر میشه، چون احساس کردن که برگشتن به زمان خودشون، دوران جوانی رو براشون تداعی کردن. پس بنابراین اپیژنتیک رو اصلا کم نگیریم. دقیقا درسته. ببینیم همسر. من همسر خودم همایون، شما کمش به رویش آشنایی خیلی دارین دیگه، همینه، اصلا دوست نداره زیاد تو غم باشه، قصه باشه، جاهای غمگین بره، همش دلش میخواد شاد باشه، با آدم شاد باشه، و این درونش همینطور زیادتر و زیادتر شده و همینطور داره ادامه میده. واقعا به همین دلیل مثلا تمام دوستان دوره بر من، حتی دوستای دخترم که جای بچه هاش هستن، وقتی که همونه میبینن همه میگن فقط انرژی مثبت میده و خب این خیلی میتونه خیلی. این که میگن آدمای سمی رو ازشون دورشین، این که میگن دوستایی که اذیت میکنن دورشین، حتی خانواده باشه، نه که آدم با جنگ و دعوا دور بشه، شرایط رو طوری فراهم کنی که دیگه اون فرد کم کم انرژیش اصلا دور بشه. چون بعضی از انرژی واقعا با هم مناسب نیست اصلا.
مناسبت نداره، نه اینکه کسی بده کسی خوبه. ببین الان توی این مکانی که هر کدوم از ما نشستیم شاید هزاران هزاران فرکانس هست، دقیقاً، ولی ما نمیتونیم بگیریمشون و بشنویمشون مگر اینکه فرکانسشون تنظیم کنیم. مثلا فرکانس رادیو 670 ام رو بگیریم، بنابراین میتونیم بشنویمش چون هم فرکانس میشه، گوش ما اون فرکانس ها رو میشنوه، بنابراین اینا وجود داره، انرژی وجود داره، فرکانس وجود داره. ما باید آروم آروم یه کاری بکنیم که فرکانس های خوب میزون خودمون رو خودمون رو دور بر خودمون داشته باشیم. آره زیادی هم نیازی نیست، نه واقعا نیست. من خودم از اون تیپا هستم که واقعا با افرادی که میشینم اگر نتونم انرژی مثبتشون رو بگیرم و چیزی ازشون یاد نگیرم، وقتی که پا میشم میرم خیلی احساس پشیمونی و ناراحتی میکنم. من شخصا این تیپیم، بنابراین به این نتیجه رسیدم که همینطور که شما فرمودین 5 تا 6 تا وقتی که میتونم نهایت آرامش رو در کنارشون داشته باشم، چرا بیام با هزاران نفر آدمایی که اصلا نمیدونی چی به چی هستن دور بر خودم رو الکی فقط شلوغ کنم؟ درسته، به صرف اینکه فقط میخوام لشکر داشته باشم. الان میدونین متاسفانه بعضیا دنبال لشکر کشی هن. فقط بیان در یه محولی 10 تا رو از اونجا بردارن به لشکرشون اضافه بکنن و اینو جزء ابهت و شخصیت خودشون میدونن و نباید به این هچل بیفتیم. واقعا اینایی که دورشون رو زیاد شروع میکنه همه شکه بیمحله، هیچ وقت نقد نمیشه، به چه درد میخوره؟ آخه همه شما، من مثلا یه دفتر چک بردارم همینجور به نام اینو اون چک بنویسم، وقتی پول نمیشه. تو دوستی هم همینه، وقتی رو دوستی نتونی حساب بکنی چک بیمحل حساب کرد. از وجودمون هم چک بیمحل نباید بدیم، اگه کاری در توانمون نیست نباید انجام بدیم، نباید زور بزنیم که یه چیزی باشیم که نباشیم، یعنی اونی نشون بدیم که نیستیم. من همینم که هستم، بنابراین حالم با خودم باید خوب باشه. یادم نرفته این اسکراپو حتما میگم الان. حالا میگه چی داری میگی؟ منتظر هستم. از بس خوش صحبتش پروژون همش حرف تو حرف میاد. ببین سفیده تخم مرغ رو فراموش نکنین، هفته دوبار حتما انجام بدین، ولی سفیده تخم مرغ رو حتما حتما با یه روغن مخلوط کنین. حالا شما داشتین از کنجد میگفتین، من برای که اسکراب بشه و پوستم رو خوب بکنه دیدم تو خونه چه دونه ریزی دارم، دونه خشخاش داشتم. دونه خشخاش رو یه قاشق چای خوری به سفیده تخم مرغ و روغن بادوم اضافه کردم و ماساژ دادم. شما نمیدونی چه حس خوبی پیدا میکنی، حالت خوب میشه. وقتی آب میریزی پایین، بعدم یه قطره روغن همین سرم خاویار لسیانو وقتی میزنی، اون وقته که میره داخل. این هم از مرزه. چی مرزه اینجا؟ چه تخم مرزه چه نکته مثبتی میتونه در؟ آره من اونو نمیدونم، ولی میدونم که توی قلیه و چیزایی که میخوای معطر باشه و کوفته برنجی و اینا، این هم تخم مرزه رو استفاده میکنن هم خودشو استفاده میکنن. ولی حالا که حرف از آشپزی شد، سمن رو خب هممون استفاده میکنیم دیگه. عجب چیزیه واقعا. آره از این کاغذ های هستش که توی فر میذاریم، هممون تو خونه داریم. اون وقت من یه نوع استفاده از این رو دیدم، خیلی خوشم اومد، گفتم بیاریم که شما ببینین شاید عالیه. بتونیم توی خیلی فوری درست میشه اینو، ماهی خیلی هم خوشمزه است. تو فر گذاشتن اینو دیگه؟ بله مال فره. بعد چند دقیقه تو فر گذاشتن اینو؟ ببین سمینو هر کسی یه جور، با بعضی وقتا 300 درجه درست میکنم، من خودم 300-400 درجه که سریع درست بشه. مثلا یه روب 10 دقیقه. ببین اگه مثلا 180 باشه فکر کنم 20 دقیقه. خانوما بیشتر از ما بلدن، من اگه هر چی بگم الان اشتباه گفتم برای سمین، چون تو آشپزی خط و خرابم، هر وقت میخوام میپرسم. ولی حالا ببینیم چطوری درست میکنه و بعد با ما باشیم. Those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I wanna spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. دلم رفت
خیلی خوشمزه میشه. خیلی. یه ذره عسل هم بد نیست توش بریزن. راست میگی. والله خیلی خوشمزش میکنه. من جرات ندارم بگم، اگه میخواین جرات دارین. عسل چیز خوبیه. آره عسل توی ماهی. آره یک ذره خیلی میشه. کم توش بریزیم. آره تو سوسا اصولا مثلا سرکه و عسل ماهی میدونی یه حالت شیرینی خیلی خوشمزه میده. اگه کسانی که غذای شیرین دوست دارن. ببین کاغذ و مثل بچه که بودیم هی میخواستیم برای جشنای 2500 ساله برای جشن اینطوری میکنه برمیگردونه، دوباره اینجوری میکنه برمیگردونه اینطوری. خب ببین من درست اون طرفش هم میکنه دیگه. ببین یه تکه تکه آره دیگه، این حالا هر اندازه که داریم. بعد این طرفش رو روبان زد، این طرفش هم روبان نبود، یه چیزی بود که تو فر چیزیش نشد. این نخهای مخصوصه که دور مرغ میذارن. آره آره مال نخل و اینجور چیزا. آره بس. اینجا گره زد، اینجا گره زد، بعد اینو بازش کرد مثل یک کاسته. بعد سبزیجات و مارچوبه و قارچ اینا گذاشت، ماهی امروش گذاشت، اینو خیلی خوشگل شد والا. خیلی این خود ماهی شد. بخوای یه بار دیگه نشون بدیم؟ میشه تو ظرفایی هیچ rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us, we can make it if we try. کارا به کاردان بساریم. عسل بود خوش. آره دوباره اصل. پخشش کردیم. عسل بود. میتونی یه ذره آیلم توش بریزیم روش بزنیم. آره روغن زیتون و عسل. ولی این وقتی که پخته شد این سس روش گذاشتن، نه اینکه با اون سس بذارن توی، اگه نه میسوزه. بله میسوزه، چون عسل زود میسوزه واقعا. آها. حالت سوختگی پیدا میکنه. از فر که در میارن روش میذارن و خیلی خوشمزه و لذیذ. من قلیه میگو بلدم، قلیه ماهی بلدم، کوکو سبزی. خب همه چی بلدی دیگه. هیچ دیگه چه؟ پلو هم تعداد مثلا دو سه نفر بیشتر بیان خونم و دیگه بلد نیستم. به دوستم میگم تو پلو رو بپز بیا، چون نمیدونم چرا وا میره پلو. وا میره پلو به نظر من در شرط فعلی بهتر اینجا پلو پزه. ولی خب کلک زدن خیلی بلدم. مثلا برنجی که وا میره با ملاقه مدل بهش میدم. خوبه. مدل میدم، بعد جعفری میریزم، شوید میریزم، بعد خورشو کنارش میذارم، قرتیش میکنم. خب خیلی مثلا خوبه. زیباش میکنم. کس نمیدونه که مثلا من بلد نبودم اینو بپزم، ولی خوشمزه درست میکنم. حالا سمیرا هم دوست داره. خیلی کارات گیجه. به خدا. سمیرا دخترم هم میگه مامان کته دوست دارم، نرم دوست دارم. اینه اون کفش بچه‌ای که بچه توش گل گذاشتی. گوشی پشت در خونه. آره. به همون نسبت کارات همه قشنگه. قربونت. یه روز مهمون سرزده میخواست بیاد خونمون، بعد دوستا بودن اینا، من دستمال کاغذی رو یه کمی گل درست کردم و اینا، بعد رنگ نداشتم، بعد زعفرون رو با آب قاطی کردم، اینا نوکاشو زدم توش، اینا خیلی خوش رنگ شد. بعد میگفتن اینو چجوری رنگیش کردی، این گله چجوریه اینا، گفتم با دستمال کاغذی با زعفرون اینجوری درستش میکنی. خلاقیت دیگه. خلاقیت واسه درونتون وجود داره. قربونت برم. تو همه چی واقعا یادته یه چینی شکسته بود، بعد طرف گوشوارش کرده بود، انگشترش کرده بود، خیلی رفتم تو فکر. آره خب حالا حرفای آشپزی زدیم، حرفای خوشمزه زدیم، حالا بریم یه ذره هم اوضاع احوال ایران رو و پدران و مادران و کسایی که کنکور میرن ببینید تو خود ایران چه خبره. این همه بچه‌ها رو اذیت نکنین. کسایی که از طریق فیسبوک ما رو دارین میبینین و کسایی که بچه‌هاتون در ایران هستن، اینقدر سرزنششون نکنین که بگین کنکور چی شد، چرا قبول نشدی، چرا شدی. ببینین چقدر زد و بند اونجا هست و چقدر اذیت میشن. حالا اینو ببینیم، برگردیم که متوجه بشین راجع به چی داریم صحبت میکنیم. چرا اولین سوالی که از بچه میپرسید این است که کنکورتو چیکار کردی؟ خب مگه نمیدونی کنکورشو چیکار کرد؟ مگه نمیدونی که این کنکور پولیه؟ مگه نمیدونی که این کنکور 19 جور سهمیه داره؟ مگه نمیدونی که در این کنکور عده زیادی رو از خارج به داخل بی کنکور منتقل میکنن پزشکی میخونی؟ مگه نمیدونی بخشی از صندلی ها در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی فروش میره؟ پس چرا از بچه میپرسی که کنکورتو چیکار کردی؟ خب مگه نمیدونین، مگه نمیدونین تو ایران چه خبره، مگه نمیدونین صندلی‌ها رو میفروشن به خارجی‌ها؟ آمریکا خوبیش به اینه. ببینین بچه‌ها که میرن مدرسه، وقتی برمیگردن یا دارن هوم ورکاشون انجام میدن،
مادر پدر رو اجازه داده نمیشه که ازشون سوال کنیم که درس چی شد، تکلیف کردی، این کار کردی. همشون هم ماشاءالله فارغ التحصیل میشن و وارد دانشگاه میشن و داریم میبینیم که دور برای خودمونا و همه رو واقعا بله الان موشه بسته میاد همه چی رو میزنه زیر کاسه گذشت. یکی از اساتید در کلاس دختر برادر من چون لا میخونه وکالت میخونه گفته بود که من متاسفانه باید یه خبری رو بهتون بدم که تا شما میان فارغ التحصیل بشین زحمت بکشین کار براتون تو بازار دیگه کم هست. چرا؟ و مدرکتون هم دیگه اونقدر بها نداره. خب ببین هوش مصنوعی وقتی میاد اول استادا بعد کسایی که حساب تو کار حساب کتاب هستن و حسابرسی اصلا خیلی شغلا کم میشه. خیلی خب خیلی شغلش آیا باید پذیرفت این هوش مصنوعی رو یا نه؟ باید حقوق مجانی بدن دیگه. ما میشینیم دیگه به جای گوینده ها ربات میارن دیگه. یعنی دو تا ربات ایشون پوری هستن، ایشون سروش هستن، براتون برنامه جان. نه واقعا من دلم نمیخواد بموشه. نه بابا نمیذاریم که ما از زندگی معنادار رو دوست داریم. دقیقاً چون باز برمیگرده به اولش. میدونی ممکنه اینا این مسیر رو برن تا اون بالاها برسن ولی باز یواش درست. خود تکنولوژی اینا رو برش میگرده. بریم یه چیز خوشمزه دوباره ببینیم و برگردیم. خوراکی نیست ولی خوشمزه است. ازوی خر علف، حالا اگه تو بهش چنج بدی فکر میکنه تو خری. گرفتی؟ پس بدون داری واسه کی چی کار میکنی. اگه اون روی بشی روز عرص میکشم واسه قبض توی قفص میکشم تو رو دسته میزنم تو رو نب... خوب گفت دقیقا خوشمزه. آره میگه که جمله شو چون تو هم گفت میخوای یه بار دیگه بشنوی؟ از اوی خر علف، حالا اگه تو بهش چنج بدی فکر میکنه تو خری. گرفتی؟ پس بدون داری واسه کی چی کار میکنی. اگه اون روی بشی روز عرص میکشم. اصل مطلب رو گفت دیگه، راست میگه. باید بدونی به کی چی میدی. به کی چی میدی؟ آره میدونی. به خر که نمیشه کباب بدی که. خب دقیقا بعد خرورش میدونه. آره این باشه، این جوکه باشه تا هفته دیگه بازم بتونیم خبرهای خوش بهتون بدیم. امیدواریم که این برنامه رو استفاده کرده باشین، کمی و کاستیاشو به بزرگواری خودتون ببخشین. یه عالم حرفا میخواستیم بزنیم که کارهای دو دقیقه‌ای بود که حالا بعدن هفته دیگه راجع بهش صحبت میکنیم و مطمئن باشین که سعی میکنیم هر جمعه ساعت 4 تا 5 همراهتون باشیم از شبکه جهانی عصر امروز. خوشحالیم که هستید، با ما همراهید و این برنامه رو شیر میکنید. یک بار دیگه توضیح بدم که برای بینندگان عزیز که برنامه تلویزیونی ما از طریق جلویز، از طریق آنلاین و از طریق یوتیوب همه پخش میشه. در ضمن فیسبوک چهره ها، که این فیسبوک چهره ها رو واقعا مدیون سروش عزیز هستم، چون این اسمو به اتفاق هم انتخاب کردیم و همون لحظه که انتخاب شد ما اینو گذاشتیم به نام فیسبوک چهره‌ها و تمام برنامه‌های تلویزیونی ما در این فیسبوک گذاشته میشه و پیش از حد دارن استقبال میکنن. امروز که من دیدم شده 232,000 نفر. تا دیشب 231,000 نفر بود، از دیشب تا الان به 32 رسیده. واقعا انشالله به میلیون برسه و ما کلی خوشحال بشیم و ما مدیون این بینندگان عزیز هستیم و دوستان فیسبوکیمون هستیم که امیدواریم که همیشه همیاری شما رو داشته باشیم. مخلصانه دوستتون داریم. متشکریم که همراهمون هستین. برنامه رو شیر بکنین تا تعداد بیننده ها بیشتر بشه و یک جمع بسیار بزرگ و خودمونی رو داشته باشیم. مرسی. خدا نگهدار.